روز آغاز، روز شادی، جدار راه چیده شده بود با تنهایی از زنان، تنهای مردان، تنهای برهنه، تنهای ژنده پوش، آورده بود شادی همگان را به کار جوش. نیما. شروع هر چیزی کم و بیش چنین است، حتی داستان نفت مردم ایران. اما هر داستانی روایت‌های مختلفی دارد. یک بیگانه داستان نفت ما را اینگونه تعریف کرده: روز 26 مه 1908 که حفر چاه به عمق 1180 پا رسیده بود، نفت فوران کرد و متجاوز از 50 پا از دستگاه حفاری بالا زد. به این ترتیب صنعتی در ایران آغاز شد که طی دو جنگ جهانی نیروی دریایی انگلستان را نجات داد، ولی برای ایران زحمتی ایجاد کرد که از مجموع مزاحمت‌های سیاسی دولت‌های عظیم بیشتر بود. الول ساتن. داستان نفت، مصدق و کودتای 28 مرداد داستان یکی از همان مزاحمت‌هایی است که آن مورخ گفته بود. داستان رنج‌ها، مبارزات و افتخیزهای خلقی که در نبرد برای استقلال و آزادی، موجودیت و بقای خود را می‌جست. 33 سال بعد وقتی که مصدق توانست صنعت نفت ایران را ملی کند، مزاحمت‌ها رنگ دیگری به خود گرفت. از آن پس امواج کین و توطئه بود که سر بر سواحل خلیج فارس می‌کوبید. تهدید، تحریم و توطئه. آنها می‌گویند استقلال می‌خواهید، حقوقتان را می‌خواهید، بفرمایید، ولی بروید و بمیرید. اگرچه استعمارگر همیشه به تندی سخن میگوید، اما مقابله با آنها وقتی به نرمی و با پیچ و تاب حرف میزنند به مراتب سخت‌تر است. وزیر انگلیس ریچارد استوکس به من گفت قبول دارم که دیگر در ایران چیزی به اسم شرکت نفت ایران و انگلیس وجود ندارد، ولی حالا شرکتی هست که میخواهد مقدار مهمی نفت از این مملکت خریداری کند. گفتم بسیار خوب، این یک معامله تجاری است. گفتند مدت معامله 25 سال است. گفتم بسیار خوب، این هم اهمیتی ندارد. بعد گفتند آن شرکت انگلیسی باید از انجام معامله اطمینان داشته باشد، باید در ایران یک آژانس داشته باشد، باید یک مدیر انگلیسی داشته باشد و غیره. گفتم پس شرکت ملی نفت دیگر چه کار است؟ گفتن چیزی است که سایه روی این تشکیلات می اندازد. این یعنی پوششی برای غارتگری و فریب مردم. وقتی آنها از زیباترین امیدهایشان سخن می گویند، تو باید شومترین توطئه ها را منتظر باشی. یک فیلسوف چینی. امید است دولتی در ایران سر کار بیاید که بتوان با آن برای پیدا کردن راه حل عاقلانی وارد مذاکره شد، وگرنه انگلستان مجبور است یا به نیروی نظامی متوسل شود یا نفت ایران را جنس مسروقه اعلام کرده از صدور آن جلوگیری کند. اکونومیست، لندن، تابستان سال 1330. همیشه یک اسب تروا بیش از 10 لشکر گلادیاتورها کارایی دارد
و به یاد داشته باش که زخم یک خنجر از پشت کاری تر از زخم صد خدنگ زهراگین دشمن از روبروست. بروتوس. روزی که بروتوس این حرف را میزد نمیدانست که قرنها بعد یک پادشاه شرقی دانش آموز چنین درسی باشد، شاهی که بیگانگان را به سرکوبی نهضت ملی مردمش فراخواند. شما آمریکایی ها فقط با حرف و با تعارف نمیتوانید خاورمیانه را نگه دارید. یک قدم از حرف وارد عمل شوید. ما یک تنه نمیتوانیم. شاه در مصاحبه با مارگاریت هیگنس. روز 21 مهر 1331 دکتر حسین فاطمی وزیر امور خارجه دولت دکتر مصدق پرده از یک توطئه کودتا برداشت و سه روز بعد به رغم مخالفت شاه قطع روابط دیپلماتیک با انگلیس را به اطلاع مردم ایران رساند. جنگ شروع شده بود. آیا در هنگامه یک نبرد به این فکر کرده اید که دشمن شما را از آن سوی دیوار چگونه می‌بیند؟ مصدق مناسبات دیپلماتیک با انگلستان را قطع کرد. یک هفته بعد من در تهران بودم. ماه نوامبر، آبان، هنگام بازگشت از تهران به کشورم از لندن گذشتم. شرکت نفت ایران و انگلیس با من تماس گرفت. سخنگوی آنها کوچران، سر جان کوچران بود. آنها به هیچ چیز جز برانداختن مصدق نمی اندیشیدند. آنان همان وقت نقشه آماده‌ای برای نبرد داشتند. با دقت بررسی کردیم. نقشه آنها این بود که به همراه اعلی حضرت همایون کار کنند و نه علیه او. مأمورین اصلی آنها در ایران رابطه نزدیکی با دربار داشتند. کرمیت روزولت. روز 9 اسفند 1331 نخستین کودتای عملی علیه دکتر مصدق شکل گرفت. در میان عاملان کودتا چهره یاران نیمه راه و خائنان بیش از دیگران خودنمایی میکرد. آخوندهایی نظیر بهبهانی و کاشانی و کانون افسران بازنشسته ارتش. این کودتا قبل از اجرا شکست خورد. در هفتم اردیبهشت 1332 سرتیپ افشارتوس رئیس شهربانی کل کشور و از یاران مصدق ربوده و پس از شکنجه به قتل رسید. یکی از متهمان جنایت سرلشکر زاهدی بود که در فرار از قانون و با حمایت کاشانی در مجلس متحصل شد. آخوندها و دربار علناً متحد شده بودند، در حالی که نهضت نیز سیلاسا خیابانها را گرفته بود. روز پنجم مرداد 1332 دکتر مصدق تصمیم به انحلال مجلس از طریق مراجعه به آراء عمومی را طی یک پیام رادیویی به مردم اطلاع داد. این خود کلید خوردن زنجیره‌ای از کودتاهای بعدی بود. بلافاصله کودتای بعدی در دستور اجرا قرار گرفت. شاه در 20 مرداد با هواپیمای خود به کلاردش در شمال پرواز کرد تا در صورت شکست کودتا امکان فرار از ایران را داشته باشد. سرهنگ نصیری با دو حکم سفید که شاه آن را امضا کرده بود از کلاردش به تهران وارد شد. یکی فرمان عزل دکتر مصدق از نخست وزیری و دیگری فرمان انتصاب سرلشکر زاهدی به نخست وزیری. البته او دستگیر شد و شاه هم از مملکت گریخت. موج عظیمی از تظاهرات مردم در حمایت از دکتر مصدق در خیابان‌های تهران به راه افتاد.
در حالی که در شهریور گذشته دکتر گریدی سفیر با وجدان آمریکا در ایران که به حمایت از نهضت مردم ایران معروف بود از کار برکنار شده بود، روز 27 مرداد 32 هندرسون سفیر جدید آمریکا تکلیف کنارگیری از نخست وزیری را به دکتر مصدق اعلام کرد و گفت تنها دولت زاهدی را به رسمیت می‌شناسد. مصدق در پاسخ به این گستاخی با لحنی تند سفیر آمریکا را از خانه خود بیرون کرد و فریاد زد که فردا با آمریکا قطع رابطه خواهد کرد. از بعد از ظهر روز 27 مرداد کودتا به مرحله اجرا گذاشته شد. به دستور آخوند بهبهانی عده‌ای از اوباش در حمایت از شاه به خیابان‌ها ریختند. صبح 28 مرداد اوباش مجهز به چوب و چماق و تپانچه در خیابان‌های شمیران و تهران تظاهرات خود را شروع کردند و به زد و خورد با مردم و هواداران مصدق پرداختند. حوالی ظهر نظامیان کودتاچی اداره رادیو در ارک را به تصرف خود درآوردند. در ساعت 3:30 بعد از ظهر اطلاعیه زاهدی که سقوط دکتر مصدق و انتصاب خود به نخست وزیری را اعلام می‌کرد از رادیو پخش شد. همزمان با اعلام این خبر کودتاچیان برای تسخیر اقامتگاه دکتر مصدق تلاش می‌کردند. نبرد تا ساعت 8 شب ادامه داشت. تانک‌ها و زره پوش‌ها اطراف اقامتگاه را محاصره کرده با رگبار مسلسل‌ها و شلیک تانک‌ها آخرین سنگر مصدق را می‌کوبیدند. سرانجام پس از ساعت‌ها درگیری در آن شامگاه سنگین منزل مصدق توسط کودتاچیان به آتش کشیده شد. اساسی آن روز بعد سر از سمساری‌های شهر درآورد. در تمامی این ساعات مرگبار حزب توده تماشاگر صحنه شد تا کمی بعد همراه با ننگ خیانت طعم جنایت را خود نیز تحمل کند. همان روز سرباز دلاور وطن سرگرد سخایی در کرمان به شهادت رسید. روز بعد دکتر مصدق در خانه یکی از اطرافیانش دستگیر و روانه زندان شد. همزمان شاه به ایران برگشت. کمی بعد آخوند کاشانی در مصاحبه‌ای فتوای قتل مصدق را داد. آری، تنها گناه من و گناه بزرگ من و بسیار بزرگ من این است که بساط استعمار و اعمال نفوذ سیاسی و اقتصادی عظیمترین امپراتوری جهان را از این مملکت برچیدم و پنجه در پنجه مخوفترین سازمانهای استعماری و جاسوسی بین المللی درافکندم. به این ترتیب نهضت ملی به خون نشست و یک دیکتاتوری سلطنتی برای 25 سال دیگر بر ایران حاکم شد. برخی گریختند و برخی جان باختند، برخی به دشمن پیوسته با او ساختند، اما برخی نیز همچون فاطمی، سرگرد سخایی و نازلی قهرمانانه ایستادند و با شمع جان خود چراغی برافروختند. سالها بعد همه پرده ها برافتاد. در سال 1953 آمریکا نقش موثری در ترتیب دادن براندازی نخست وزیر محبوب ایران محمد مصدق داشت.
آن کودتا آشکارا باعث پسرفت سیر تکامل سیاسی ایران شد و تعجبی ندارد که هنوز بسیاری از ایرانیان از این دخالت آمریکا در امور داخلی آنان ناراحتند. مادلین آلبرایت. به این ترتیب آمریکا علناً به خاطر آن کودتای ننگین پوزش خواست، اما متاسفانه همان عذرخواهی را هم تقدیم دشمنان تاریخی مصدق، یعنی دشمنان مردم، یعنی همین آخوندهایی کرد که آن روز خود در صفه کودتاچی‌ها قرار داشتند. یادم هست درباره یکی از روحانیون صحبت می‌کردیم که در جریان 28 مرداد عقیده‌اش این بود که باید شاه را نگه داریم و به همین دلیل وسیله شد در دست آمریکایی‌ها. اما همین آقا بعدها جزو انقلابیون قرار گرفت و مقتول شاه شد. من یک وقتی به مرحوم امام گفتم که آقای فلانی که آمده در صف مبارزین خیلی خوشنام نیست و مورد انتقاد مبارزین است، اما امام فرمود ما از ایشان بدی ندیدیم. خمینی راست میگفت، چون آن روز او خود نیز همراه با کاشانی و فلسفی و بهبهانی در صف دشمنان مصدق بودند و از سیلی خوردن او شادی می کردند. به این ترتیب قوقای جشن آغازین فرو خوابید. پیشوای نهضت به تبعید رفت و چشم به آینده دوخت و یکی خواند: آنگاه که او رسید چار اسب از رهش، در قلعه کس ندید، زین رو به گوشه‌ای رفت و بیارمید. پایا بل زراح و تنش کوفته شده، خسته از جنگ تن به تن، گرگی کشید کله و از کوه شد به زیر، تا دید کوه خروس میخواند و آوای او چو ضربت بر قطعه چدن، او را صدا بزند.